به نام خدا، امروز کلا در مورد حالا کلان داده، بیگ دیتا، داده های بزرگ معرفی مانندی حالا داریم. بعدش هم در مورد اینکه بحث اینکه توی ابزارهایی که به صورت متن باز هستن چه نقشی ایفا میکنن و ما خودمون چه کمکی میتونیم بکنیم که در اصل با استفاده از این بحث متن باز بودن و از قدرت این استفاده بکنیم و حالا یه سری کارهای ابتکاری انجام بدیم. خب یه معرفی اول میکنم. دانشجوی کارشناسی آیتی همین دانشگاه هستم و اینکه یه روندی میگم که یکی اگه میخواد وارد این فضا بشه، تو این حوزه کار بکنه، از کجا میتونه شروع بکنه. من خودم یه دونه درس ارشد دانشکده مدیریت اینجا بود درس رو برداشتم، درس بیگ دیتا فرام بیزینس اند منیجریال پرسپکتیو، کلا اینکه بیای از لحاظ مدیریتی و تجاری به این قضیه نگاه بکنی. حالا جلوتر میریم شاید عجیب باشه شما بگید این بحث خیلی تکنیکال و فنیه، اصلا رفتی به بحث مدیریت و تجاری و این چیزا نباید داشته باشه. بعدش خب من این درس رو برداشتم این توی درس دانشکده مدیریت ما یه دفتری داریم اونجا، دفتر پژوهش‌ها و نوآوری‌های تجارت الکترونیکه. ما درس اونجا سعی می‌کنیم که از لحاظ اینکه توی ارگان‌ها و نهادها یا سازمان‌ها اگه می‌خوان بیان از این قدرت استفاده بکنن، یه حالت کانسالتنت مشاوره‌ای واسهشون داشته باشیم و اینکه بتونیم این ابزارها رو اونجا پیاده بکنیم. و اینجا هم در اصل آقای دکتر شریف هستن که مسئولیت اون دفتر رو بر عهده دارند. حالا توی ادامه کار یه بلاگی هم اینجا داریم ما، bigdata.blog.ir. افرادی که اگه میخوان بیشتر مطالعه بکنن در مورد این بحث میتونن اونجا مراجعه بکنن. ما سعی کردیم که با حالا یه افرادی که تو این حوزه کار کردن مصاحبه اونجا مثلا داشته باشیم، یا بیشتر از لحاظ اون ساید دیگه که گفتیم منیجریال و بیزینس از اون لحاظ نگاه کنیم به این قضیه. از لحاظ فنی هم توش بحثایی هست ولی بیشتر این ساید رو می‌خوایم به شخص نشون بدیم که تو این ساید چرا باید به این ساید هم توجه بشه. خب از لحاظ فنی اگه بخوایم در اصل بگیم من خودم چطوری وارد این قضیه شدم، یه دونه پروژه کارشناسی برداشتم با یکی از این ابزارها و سعی کردیم توی در اصل استارتاپ تروب اونجا ما این کارو انجام بدیم و این فرآیند مثلا جمع‌آوری محصولات رو اونجا بتونیم خودکارسازی بکنیم با استفاده از این ابزارها، چون حجم کار اونجا زیاد هستش و با یکی دو تا فروشگاه نیستن، تعداد فروشگاه خیلی زیاد هست. خب اینجا هم در همون پروژه کارشناسی که حالا اگه وقت کنیم در موردش، حالا با این یکی از این ابزارهای آپاچی استون نوشته شده تو ادامه در اصل این پروژه کارشناسی با دکتر گودرزی انجام دادیم. خب یه اولی هشداری بدم، افرادی که وارد این حوزه میشن بعد یه مدت همچین حسی بهشون دست میده، اینقدر حرف زده میشه توی سایت ها، همه هی میگن بیگ دیتا بیگ دیتا، یکی دیگه میاد بهتون میگه بیگ دیتا، همچین حسی میخواید مثلا بزنید توی صورتش بگید دیگه صحبت نکن، اینقدر مخ من پر شده از این بحث. خواستم یه هشداری بدم که اگه اومدید انتظار همچین فضایی باید داشته باشید، هایپش خیلی زیاده و خیلی کلا صحبت میشه. خب یه بنده خدایی هم گفته که همه در موردش صحبت میکنن، هیچکی نمیدونه دقیقاً چیه، همه فکر میکنن یه سری دیگه در عمل اونو انجام میدن و همه هم ادعا میکنن که ما این کاره هستیم و حالا میاد اینجا مثلا سخنرانی میذاره واسه شما میگه که من این کارم، ولی در اصل یه دیگه دارن به صورت عملی، اون شرکت های گوگل مثلا، فیسبوک، آمازون، اینا دارن تو این حوزه کار میکنن. خب نویزش خیلی بالاست، همون بحثی که گفتم هایپش خیلی زیاده، نویز خیلی بالاست، شما باید هنر داشته باشید از این نویز زیاد بتونید اون واقعا خبرهای اون مطالبی که به درد بخوره رو استخراج کنید. اینقدر نویزش بالاست بعضی وقتا آدم زده میشه، یعنی شما باید آمادگی اینو داشته باشید. خب اول یه تعریف بکنیم روی قضیه، کلا بیگ دیتا اصلا یه تعریف استانداردی داره یا نه؟ نه، تعریف استاندارد نداره، هر کسی واسه خودش یه تعریفی داره، تعریفا نزدیک به هم هستن ولی اینکه بگی یه تعریفی همه بهش استناد میکنن همچین چیزی نیستش. یه چند تا تعریف و چند تا تعریف رو در اصل سعی میکنیم اینجا دو تا تعریف رو با هم دیگه مرور بکنیم. دو تا مؤسسه خیلی در اصل گنده هستن تو این حوزه بحث مشاوره ای و اینها، یه گاردنر یه مکنزی، هر کدوم یه تعریفی دارن. این تعریفا رو با هم دیگه اگه نگاه بکنیم، خب گاردنر تعریفی که میکنه میاد میگه که داده ای که این سه تا ویژگی رو داشته باشه از لحاظ حجم، از لحاظ سرعت تولید و از لحاظ در اصل تنوعش، که در اصل ما بخوایم با این یه تحلیلی رویش انجام بدیم و بتونیم یه کار مثلا توی تصمیم گیری یه بینش جدیدی به دست بیاریم. خب این سه تا در اصل بهش وی میگن، ولی مثلا خیلی جاها شما بخونید 7 تا وی 9 تا وی در اصل، چون تعریف یکسانی نداره، یکی میادش نمیدونم صحت هم اضافه میکنه به این میگه 4 تا وی. خب یه تعریف دیگه هست مکنزی، اینم تعریف که میکنه میگه هر چیزی که توی کامپیوتر جا نشه،
شما یه کار با دیتا دارید انجام میدید، دیتا ستی دارید، نمیتونید با یه کامپیوتر تو اون زمانی که نیاز دارید، تو اون در اصل محدودیت زمان و کیفیتی که دارید، نمیتونید با یه کامپیوتر این کارو انجام بدید. نیاز دارید مثلا به صورت یه کلاستری از کامپیوتر انجام بدید. میگه من تعریف این تعریفو انجام میدم واسه بیگ دیتا، به این دیتا میگم بیگ. خب این نشون میده که در اصل بیگ دیتا تو طول زمان فرق میکنه دیگه. 10 سال پیش 20 سال پیش به یه چیزی میگفتن بیگ دیتا، الان به یه چیزی میگن. هر چقدر تکنولوژی پیشرفت بکنه متناسب با اون در اصل این سایزی که بهش بگم بیگ فرق میکنه. خب یه صفر تا صد قضیه رو بگیم. شما اگه میخواهید وارد این حوزه کنید، یه سمت اینه که شما دیتا جمع کنید، یعنی میخواهید از صفر شروع کنید، یک فنا کارآفرین هستید، میخواهید باید دیتا جمع کنید چون دیتایی ندارید شما. باید برید دیتا از جای مختلف جمع کنید، حجم بالا جمع بکنید. اینا چون تایپ های مختلفی داره، مثلا سورس های مختلفی داره، اینا رو بیاید با هم دیگه مثلا اینتگریت بکنید. بعد باهاش تحلیلی رو با این ابزارهایی که حالا جلوتر میگیم انجام بدید. بعد بیاید اینو بصری ویژوال کنید با تکنیک. حالا جلوتر چند تا تکنیک میگیم ولی معایبش هم میگیم، یعنی خود اینکه چطور اینو ویژوال کنید که یکی نگاه میکنه بفهمه ازش یه چیزی. مثلا جلوی یه مدیری میذارید، یه شخصی میذارید، متوجه بشه این یعنی چی. و تهش هم اینه که به عمل برسه، یعنی خودش یه اکشنی رو انجام بده به صورت خودکار. مثلا شما یه مثال بزنم، مثلا توییتر رو اگه در نظر بگیرید، همین کارو علایق شما توییتی که میکنید، آخرش اون اکشنی که انجام میده مثلا صفحه پروفایل شما رو بیاد خودکار مثلا صورتی رنگ بکنه، بگه بر اساس دیدی که من از شما این کار بردارم، من اکشنی که انجام میدم اینه که میام صورتی رنگ به نظرم اینه که تو ازش خوشت میاد و این کارو به صورت خودکار انجام میدم. خب یه بحث دیگه هم گفتیم، این سرعت اینجا مهمه. شما دیگه نمیخواید یه ماه بعد یه ریزالتی دستتون برسه، چون در لحظه میخواید، حالا در لحظه بگید مثلا در یه ساعت میخواید یه تصمیمی بگیرید، یه پردازش انجام میشه، یه ماه دیگه بعد اصلا جوابش به دردتون نمیخوره. به خاطر این میشه که با یه کامپیوتر هم میگیم من کارو انجام میدیم، با یه خوشه‌ای از کامپیوتر و این محدودیت سرعت هم داریم. خب دیتا سورس ها رو شما اگه در نظر بگیرید، یعنی میخوان یه بیگ پیکچری داشته باشیم، ما چه دیتا سورس هایی کلا داریم؟ ما سنسورها رو در نظر بگیریم، ایمیل، جی پی اس، شبکات اجتماعی، فیلم، صوت، نمیدونم تلسکوپ، عکس، لاگ، متن، متن مثلا همون ویکی‌پدیا، حالا جاهای مختلف، کتاب‌ها. شما این دیتا سورس های منابع داده رو در نظر بگیرید. ما حالا جلوتر بریم فکر کنم که آره، یه جنبشی را افتاده، جنبش اوپن دیتا، که کلا این جنبش آقای تیم برنرز لیو فکر کنم دیگه بشناسید دیگه، اون ورلد واید وب و کلا ایشون توی مرکز سرن راه انداختند. ایشون هم الان اومدن تو این جنبش دارن فعالیت میکنن که میگن که هر کی هر دیتایی به دستش میرسه اینو پابلیک کنه، یکی دیگه با اون دیتا، با ترکیب کردن این دیتا با هم دیگه میتونه کار جالب انجام بده. حالا دو تا تاک دارن اینجا، چون وقت نیست من فقط درست اشاره میکنم، دوست اونایی که میخوان علاقه‌مندن این تاکا رو مثلا توی تد هستش نگاه بکنن که اینا دست چه کارهای جالبی انجام میدن با این دیتایی که میاد اوپن میشه. خب سایتایی هستش که در اصل خود حکومت ها میان یه سری دیتا رو پابلیک، حالا با حفظ بحث حریم شخصی و اینها که اون قسمت مثلا اسم افراد و مثلا بردا اینها، دیتا هاشون رو پابلیک میکنن. میتونید برید مثلا با دیتا های اینا رو دانلود بکنید و باهاشون اگه میخواید مثلا این کارهای جالب انجام بدید. حالا کشورهای مختلف اینجا هست، واسه بانک جهانی هم آدرسش هستش که بتونید از دیتا هاش استفاده بکنید. خب این یه سمت بود. در اصل یه مثال حالا بخواید اگه جلوتر ببینیم، شما توی ویکی‌پدیا اگه به اون سایت، اون آدرسی که بالا هست stats.grok.se برید، میتونید آمار هر صفحه رو یعنی در طول زمان ببینید که هر صفحه ویکی‌پدیا چه میزان بازدید کننده داشته. درست این یه دونه دیتا ست حساب میشه دیگه. شما مثلا ما اومدیم اینجا کلمه‌ای که سرچ کردیم، کلمه‌ای مثلا منای عربستان رو سرچ کردیم، ببینید که تو طول زمان کی شده که خیلی بازدید کننده داشته. دقیقاً اینجا می‌بینید که تو این تاریخ 24 یا 25 دقیقاً همون روزی که اون اتفاق افتاد یه پیک میخوره، یعنی تو خبرها مثلا میگن توی منا فلان اتفاق افتاده، مردم نمیدونن اصلا منا کجاست، خارجی ها میان سرچ میکنن که آقا این اصلا منا کجاست، تو ویکی‌پدیا میان میبینن که پیک خورده. یا شما مثلا میبینید که چند ماه قبل هم مثلا یه پیکی اونجا خورده، مثلا یه هفته قبل هم اونجا دوباره یه پیک خورده. حالا من نمیدونم یه هفته قبل اونجا چه اتفاقی افتاده پیک خورده، ولی شما میتونید در اصل یه کاربردی که حالا این میتونه داشته باشه، مثلا شما فکر کنید که نقاط دیدنی یه کشور آمارش رو دارید که الان یه نقطه‌ای هست پیک خورده. این معنیش چی میتونه باشه؟ یه سری توریست هستن میخواستن برن یه جایی، رفتن تو ویکی‌پدیا اونا دیدن، بس احتمالاً توریست‌ها میخوان سفر کنن به اونجا. پس خب اونجا اگه شخصی که میخواد هتل داره، نمیدونم رستوران داره، میتونه پیش‌بینی بکنه که تعداد مخاطبایی که میاد اینجا، توریستایی که میاد اینجا با توجه به این دیتا چیه. خب این
فقط از ویکی‌پدیا به خودی ویکی‌پدیا است. ما اینو نمی‌دیم مثلا ویکی‌پدیا بذاریم کنار شبکه اجتماعی، نمیدونم بذاریم کنار خبرهای سایت‌ها. یعنی این بحث اینتگریت کردن رو هنوز ما اینجا انجام ندادیم. خب اینم ترند گوگله، اینم یه دونه سورس دیگه در نظر بگیرید. ما اومدیم از همین سافت‌ویر فریدم دی رو سرچ کردیم ببینیم که چه بازه‌هایی میشه مردم بیشتر اینو سرچ می‌کنن. دقیقاً تو همین بازه سپتامبر، همین بازه‌ای که برگزار میشه روزش، شما نگاه کنید 2009 بود این پیک، یعنی اون تعداد بازدیداش خیلی سرچ تو گوگل زیاد بوده. هر چه جای اندرومی همه اینا ماه سپتامبر بودن. تو سپتامبر ببینید که داره سرچش کم میشه. حالا ما باید یه کاری کنیم که دست این سرچش بیشتر بشه توی ماه سپتامبر، و این نشون میده که این حالا مردم کمتر دارن سرچ میکنن در طول زمان در مورد این واقعه توی ماه سپتامبر سالهای مختلف. اینم یه دیتا سورس، حالا میتونید اینو بذارید کنار ویکی‌پدیا و سورس‌های مختلف و یه کار جالب انجام بدید. خب ما چطوری میتونیم به این جنبش کمک کنیم؟ در اصل این بود هر کی هر چی دیتایی به دستش میرسه بذاره روی سایت، بقیه به نظرش استفاده کنن. دو تا اینجا ابزار معرفی میکنیم. یکیش ابزاری که اونایی که کد یعنی دست به کد نیستن، در حد درگ اند دراپ، import.io که خب اوپن، اصلا اوپن سورس اینا نیستش، و خب اگه میخواهید استفاده کنید میرید یه سایتی هم میذارید درگ اند دراپ میکنید، محتوای اون فیلدا رو مثلا با کامپیوتر شما دانلود میکنه و تاش میتونید مثلا یه دیتا ست داشته باشید. یا اگه اونایی که دست به کدن با پایتون یه کتابخونه داره اسکرپی، در از کرال کنن یه برنامه بنویسن از سایت ها مطالب رو در بیارن و اینا میتونن به صورت پابلیک با فرمت های مختلف تو سایت قرار بدن و بقیه استفاده کنن و کارهای جالبی انجام بدن. خب این بحث اوپن دیتا بود. یه بحث مخالف داریم، خب کلوز دیتا دیگه. شما دیتایی هستش که میخواهید به دستش بیارید باش کاری بکنید، باید هزینه حالا بپردازید به طرق مختلف. خب یه بحث شبکات اجتماعی هم در اصل ما داریم. اینا یکم خب شما اگه یه دونه توییتی که مثلا توی توییتر انجام میشه در نظر بگیرید، یه شخص میاد یه شخصی رو منشن میکنه، یه پیام مینویسه، یه هشتگ میذاره، شمایی که کاربرید حس میکنید که اطلاعات زیادی نداره، ولی الان ما میخوایم بریم اون پشت صحنه ببینیم که در اصل داره چی لاگ میشه اون پشت صحنه. یعنی شما میای میبینید که خب اون پشت صحنه در اصل موقعیت جغرافیایی اومده در اصل با عدد اصلا چیز میکنه، بعدش ری توییت چند بار شده، نمیدونم این چند بار در اصل لایک شده، یا اطلاعات که توی ادامهش این چه شخصی اومده مال چه شخص دیگه، یعنی اطلاعات هر شخص هم کنارش نگه میداره. در اصل شما حس میکنید که هیچ داده خاصی نداره، ولی اون پشت صحنه اینقدر داره لاگ انجام میشه و با این لاگا دارن چیکار انجام میدن. یه چند تا مثال با این شبکه یه مثال خارجی و حالا یه مثال داخلی ما شبکه اجتماعی چیکارا میشه کرد از تحلیلش. یه دونه در اصل ایونت اپل بود، میاد محصولاتش رو معرفی میکنه، داشته آیفون فکر کنم 5 دیگه اینو معرفی میکرده، اومدن توییتر رو تو اون زمان مانیتور میکردن که اون مراسم داره برگزار میشه مردم چی دارن در مورد بازخورد در مورد این ایونت میدن. اومدن در اصل نمودار کشیدن که تا این 12 دقیقه با این شب مردم اینو داشتن در موردش بحث میکردن، بین 12 تا 36 دقیقه این شیب میگه اون لحظه اون محصولی که یه مطلبی که ارائه شده این فیدبک مثلا باعث شده بیشتر در موردش صحبت کنن، و در اصل یه دونه تایم لاین یه دونه نمودار زمانی در مورد این داشته باشن. تحلیل دیگه‌ای که انجام دادن، اومدن گفتن که این محصولی که ما ارائه دادیم بازخوردش تو مردم چی بوده بر اساس ویژگی‌هاش. مثلا گفتن فیچرهایی که مردم به صورت کلی در موردش صحبت می‌کردن در مورد این محصول مثلا نوشتن، یکی مثلا نوشته که مثلا رنگش رو در مورد رنگش گفته، یکی در مورد پولش گفته، یا اومدن مثلا به صورت جدا مردها در مورد این محصول چی گفتن، خانم‌ها در مورد این محصول مثلا چی گفتن، و این تحلیل رو انجام میدن. خب این دیدی که الان به شما میده اینه که این محصول در اصل بله این محصول اتفاقی که واسش میفته یه محصول خارجیه. ما مثلا تو داخل میتونیم چیکار واسش انجام بدیم. یه نمونه داخلی هم من حالا بگم واسه این محصول. مثلا اومده بودن واسه توافق هسته‌ای با توییتر انجام داده بودن که کدوم توییت‌ها خیلی تحلیل ساده، کدوم توییت‌ها بیشتر توی توییت شده، کیا بیشتر مورد خطاب قرار گرفتند و به کیا مثلا چه حرفایی زده شده. و خروجی کارم حالا اینجا اگه نگاه کنید به صورت کیورد نشون میدن که حالا این کیورد نشون دادن همون بحث ویژوالیزیشنه که مشکل ویژوالو داره.
خب ما یکم سریع‌تر بریم. یه ابزار جوتو مپس هستش، دوستان اگه سرچ کنن میتونن ابزار دستی محصول هستش، با این محصول کار کنن. در از اومده شرکت اجتماعی روی موقعیت‌های جغرافیایی، شما یعنی یه موقعیت جغرافیایی میرید و اونجا بهتون میگه که تو لحظه توی اون دایره اون شوک مردم چه توییتی دارن انجام میدن. مثلا شما لوکیشن بیس میتونید وضعیت شرکت اجتماعی داشته باشید. خب اینجا یه بحث پرایوسی هم پیش میاد که خیلیاتون مثلا میگید که من میتونم شرکت اجتماعی تو لوکیشن بیس ببینم که مردم چه توییتی انجام میدن، این رابطش با پرایوسی چی میشه. اینم یه بحثیه که در اصل این لبه در اصل خطیه لبه هستش که باید خیلی دقت بکنیم. یه ضرب المثلی هم هست، میگن که اگه شما هاردتون در اصل مشکلی خورد نگران نباشید، مثلا NSA که حالا اون سازمان امنیت آمریکا هستش یه دونه بکاپ ازش داره. یعنی این بحث پرایوسی، همه چی شما داره لاگ میشه، یه برادری به قول معروف هست بالا سرتون و این کارو داره انجام میده. اینم در اصل ساختمون NSA رو گذاشتیم که ببینید که چه جای گنده ایه. خب یکم با سرعت این لاگو در اصل دارک دیتا که یه لاگی داره انجام میشه و این چون تو طول زمان داره میگذره خیلی حجمش بالاتر میشه. مثلا میگم واسه بعضی این که بعضی از ویروس ها رو ما بتونیم بیایم دیتکت بکنیم، باید 2 سال مثلا این حرکاتش رو ما بتونیم باید لاگ بکنیم تا بفهمیم این ویروسه، چون یهو حمله نمیکنه، خیلی آروم آروم. یا حالا ابزارهای مثل واچ در اصل اپل هستش که اینا مثلا ضربان قلب و مشخصات سلامت افراد رو مثلا ضبط میکنه و تو طول زمان چون تعداد لاگ زیاد میشه حجمش زیاد میشه. یه قسمت در مورد اون بحث تجاری قضیه بگم. شما حالا از لحاظ فنی به مرحله بالا رسید، الان مثلا همه مرزهای علم رو رد کردید، الان میخواید برید با این یه کاری انجام بدید، احتمالاً میخواید برید با این یه پروژه انجام بدید، میخواید برید یه سازمانی نهادی ارگانی، شما میخواید برید اونجا برید. اگه با این دید فنی برید اونجا بگید من میخوام باهاتون کار دیتای انجام بدم، مثلا میگن چی؟ ولی مثلا این شخص رفته بود اونجا گفته بودش که شما مشکلاتون چیه و اونا مشکلاشون که گفته بودن 2/3 مشکلاشون مثلا که با بحث دیتا میگفتن میتونستم براشون حل بکنم. یعنی اینکه با چه دیدی اصلا شما وارد این بحث بشیدن و بحث بیزینس وارد پیش میاد و اینکه در اصل شاید این بحثا خیلی مثلا با هیجان بخواید برید یه جا بگید که بیگ دیتا هستش، میتونید فلان کار بکنید، شبکه‌ت اجتماعی فلان فلان فلان، شخص برمیگرده بگه که آروم باش به من بگو من چطوری میتونم از این پول در بیارم. یعنی واسه اون مدیره، واسه اون شخصی که اونجا هست اینا خیلی جذابیتی نداره، واسهش اینه که تو چطوری میتونی اون مانی واسهش میک بکنی و حتی مانی بیشتر. خب ما اگه اجازه بدید یکم سر ابزارها برسیم، من ابزارها رو هم یه معرفی بکنم. خب شما اگه ابزارهای این بحث رو در نظر بگیرید این شکلو یه بیگ پیکچریه که خب قطعا همه ابزارها نیست، ابزار زیاد هست واسه کار با بیگ دیتا. ابزارهای اوپن سورس رو ما سمت چپ اگه بگیریم، ابزارهایی هم هستش که خب تجاری هستش و اوپن سورس هستن واسه کارهای مختلف. نمیدونم واسه بحث‌های دیتا ماینینگ ابزارهای مثلا وکا زبان برنامه‌نویسی آر هستش، واسه بحث پایگاه داده خب مونگو دی بی هستش و تحلیلش اسپارک هستش، هدوپ هست. واسه پردازش زبان متن مثلا در اصل پایتون کتابخونه NLTK مثلا اینکه داریم میتونید استفاده بکنید. واسه ویژوال کردن هم که کتابخونه های در اصل جاوا اسکریپت خیلی زیاد هستش و میتونید از اون استفاده. معادل هم داره، یعنی اینجا ما تو این قسمت یه IBM واتسون خیلی پیشنهاد میکنم اینو برید ببینید خودتون، یه ابزار خیلی قویه. خب API میده ولی خب بهزاش تجاریه دیگه، یعنی یه پولی بهزای هر کوئری که زده میشه بعد یه حدی میگذره ازتون میگیره، ولی خب واقعا ابزار قویه توی پردازش زبان متن انگلیسی بهش میدی یه چیزایی به قول معروف از این متن انگلیسی میکشه بیرون که اصلا شما تو خوابتون هم نمیبینید. یه ابزاری در اصل خیلی کمتر شنیدید و میخوای معرفی کنیم. شما فکر کنید که یه کاری هستش خیلی همینطوری استریمی از دیتا داره میادش، کارفرما میادش میگه بهتون که واسه من مثلا یه تحلیلی رو انجام بده، یه محدودیت میذاره میگه ریل تایم این کارو واسه من انجام بده، من میخوام اینو تو چند دقیقه به من ریزالت بدی، نه یک ساعت دو ساعت دیگه واسه من بیاری، من میخوام تو چند دقیقه یه تصمیم انجام بگیرم و یه واکنشی مثلا توی بازار انجام بدم. خب شما میری جلو میخوای خودت کار این کارو انجام بدی از صرف، بعد یه مدت حس میکنی خیلی کار داره زیاد میشه، همچین به همچین استیتی میرسی. خب واسه این که در اصل از همچین استیتی شما دچار این مشکل نشید چون میخواید از خودتون از صفر شروع کنید و این ابزارهایی هم که بیشتر الان داره در موردش صحبت میشه میگن هدوپ اسپارک، اینا واسه ریل تایم نیستش، اینا بچه. حالا اینا رو میگم یه معرفی اینجا بکنم. اول دو نوع در اصل تحلیل اگه در نظر بگیریم، یه بچ فایل
بچ پروسسینگ داریم، مثلا یه دونه ریل تایم پروسسینگ. بچ پروسسینگ که بیایم بسته بسته اینا رو در اصل ما داده هامون رو تحلیل بکنیم و ریزالتمون هم در حد در اوردر ساعت بهمون برمیگردونه. ولی ریل تایم منظور اینه که ما بیایم توی در اصل به صورت جریان داده اینا رو تحلیل بکنیم و اینا رو تو دقیقه، تو اوردر دقیقه برمیگردونیم. یعنی شما ریل تایم یه چیزی بین آنلاین و مثلا در اصل بچ در نظر بگیرید. خب شما میخواید اینو از اول این کارو انجام بدید، چه مشکلاتی هستش؟ اینه که این اسکیل کردنش، چون توی کامپیوتر که نیست نمیخواید انجام بدید، میخواید یه خوشه از کامپیوتر این کارو انجام بدید. اسکیل کردنش سخته، میخواید از اول این برنامه رو بنویسید، کد زدنش که سخته و احتمال داره توی اون اوردر یکی از کامپیوتر رو فیل بشه، اون برنامه‌ای که اون داشت اجرا میکرد چه اتفاقی واسش میفته. شما میخواید همچین مشکلاتی رو حل بکنید، در اصل میخواید گارانتی بکنید که دیتا اگه یه کامپیوتری فیل شد یه دیتایی داشت پروسس میکرد بلایی سر اون دیتا نیاد، یعنی من بتونم اون دیتا رو یه جا دیگه مثلا دوباره پروسس بکنم، یا بتونم نود اضافه بکنم، نود کم بکنم از کلاسترم، یا این اگه یکی از کامپیوترام فیل شد کارش منتقل بشه روی کامپیوترهای دیگه هم و اونا تحلیل رو انجام بدن و همین که کار بکنه و کار شما رو در اصل راه بندازه. خب کلید اینجا چی میشه؟ شما دنبال یک کلیدی میگردید که این مشکل رو واسهتون حل بکنه. احتمالاً اینقدر در مورد هدوپ صحبت شده، میگی خب احتمالاً هدوپ، اینقدر میگن هدوپ حتما همینه دیگه، میرید با این و اگه مطالعه نکنید اولش میرید با این اصلا یاد میگه چطوری راش بندازم اینا، یه مدت میگذره میبینه نه این کلیده نیست، این مشکلی که من میخواستم حل بکنم با این نمیتونم حل بکنم. میگید خب یه چیز دیگه هم دارن در موردش صحبت میکنن، اسپارک. خب من میام با اسپارک اینو راه بندازم. میگید خب این چقدر نموداراش خوبه، اسپارک مثلا 9 دهم هدوپ سرعتش 110 مثلا، یعنی از لحاظ زمانی، اجرای زمانی. میگید خب حتما این مشکل منو حل میکنه، ولی این از لحاظ در اصل چون که اسپارک میادش روی مموری دیتا هاشو ذخیره میکنه ولی هدوپ رو دیسک، این به خاطر پرفورمنس دست اون آی او هستش که این اختلاف پیش میاد و حالا کارهای دیگه. خب شما دنبال یه ابزار دیگه میگردید، ما اینجا یه ابزاری که کمتر در اصل صحبت شده ازش رو یه معرفی میکنیم و حالا یه سری ریسورس و اینا معرفی می‌کنیم، دوستانی که علاقه‌مندتر بودن برن باش کار کنن. ابزار طوفان، استورم هستش، حالا ما فارسیش رو کردیم طوفان. یه توضیح اول بدم، استورم آپاچی که در اصل storm.apache.org سایتش اونجا هست، میتونید برید در اصل باش کار بکنید. توی توییتر استفاده میشد واسه اینکه به صورت ریل تایم مثلا ترنت ها رو نشون بدن یا روی توییت ها به صورت ریل تایم تحلیلی انجام بدن، تحلیل مثلا محتوایی. و یه بنده خدایی که یه استارتاپ دیگه‌ای بود توییتر اومد اون استارتاپ و کل آدماشو با هم دیگه یه جا خرید، وقتی این اتفاق افتاد اومد این پروژه‌شو از طریق توییتر به صورت اوپن سورس منتشر کرد در اصل با این برند توییتر. و در اصل این همه اون فیچرهایی که ما گفتیم مرحله قبل یه سری مشکل داشتیم، همه اونا رو داره واسه ما هندل میکنه و کارو انجام میده. یوز کیس‌هاش چی میشن؟ خب توییتر رو گفتم، اسپوتیفای واسه همین ریکامند کردن موسیقی داره ازش استفاده میکنه. شما اگه خود سایت stormapache.org رو برید پایین لیست کمپانی ها و جایی که دارن از این استفاده میکنن و چه یوز کیسی دارن، یعنی میگه که ما داریم از این استورم با این کاربرد استفاده میکنیم. یاهو ژاپن داره واسه بحث کرول کردن از همین استفاده میکنه و حالا این شرکت هایی بودش که در شرکت های معروف تری بودن من اینجا آوردم. خب یه مثال یه کاربرد میخوام اینجا فقط بگم. شما فکر کنید که توی مثلا حوزه مثلا بانکداری شما میخواید یه نقشه از کشور داشته باشید و حالا مثلا اگه تقلبی فرادی رخ میده به صورت ریل تایم بتونید اینو مثلا مشاهده بکنید، هر ترانزکشنی که انجام میشه اینجا اگه اون دست مشکل فراد داشتش واسهتون یه دایره بزنه. این مال در اصل نقشه از توی نقشه آمریکا هستش، کاری که اینجا انجام میدادن هر فرادی انجام میشد یه دایره میداد و هرچی اون دایره بزرگتر بود نشون میداد تو اون موقعیت فراد بزرگتری رخ داده. و حالا این رنگاش هم به ترتیب مثلا اگه سبز بود مثلا یعنی این به تازگی رخ داده، اگه قرمز بود یعنی مثلا مدت قبلتری رخ داده. و در اصل یه طور به صورت ریل تایم شما دارید مانیتور میکنید وضعیتتون رو، چون حجم داده‌تون هم زیاد هستش، باید یه خوشی از کامپیوترها در اصل با یه کامپیوتر نیستش. خب این استورم رو یه معرفی کوتاهی در اصل میکنیم. و استورم در اصل شما اگه جریان‌های داده رو در نظر بگیرید که داره به سیستمتون به صورت یه جریان میاد، لاگ هر چی هستش، توییت مردم دارن می‌نویسن، یه استریمی از دیتاها داره میادش، شما در اصل یه کامپوننتی اینجا دارین، کامپوننت شیر ما حالا بهش میگیم فارسیشو، منبع در اصل جریان داده است، ازش استریم ها میاد بیرون مثلا
مثلا شما میتونید همه توییتاتون رو بیارید مثلا توی یه دونه صفحه بریزید، بعد اون صفحه بشه واسهتون دست مثلا یه دونه منبع جریان داده که از اونجا خروجی بگیرید و این خروجی هاتون رو واسه تحلیل کردن به یه سری پیچ بدید. ما اینا رو بهش گفتیم پیچ، که در از استریم ها میادش، مثلا دو تا استریم اینجا با هم دیگه میان، تو این پیچه یه تحلیلی انجام میشه، یه خروجی میگیره. حالا این مثالش رو یه دونه مثال میذاریم اگه تایم بخوره، اینجا یه دونه مثالم رام بکنیم. یه دونه بحث توپولوژی هم داریم، یعنی کلا سه تا مفهوم داره، یه پیچ بود، یه دونه شیر بود، یه دونه توپولوژی، این که من پیچ و شیر رو چطوری استفاده بکنم. مثلا واسه همین مثال توییتر رو اگه بخوایم بگم، شما فکر کنید که توییتایی که داره انجام میشه از اونجا شیرا داره خارج میشه، شما یه لول پیچ میذارید که مثلا بیاد جملات و کلمه جدا بکنه، یه لول دیگه میذارید کانت کنه. مثلا شما ترند اگه توییتر رو سمت چپ مثلا نگاه بکنید، میاد به صورت ریل تایم میگه که چه کیوردهای ترند الان هستش یا چه هشتگای ترند هستش. درست میاد تو این لول مثلا کانت میکنه که کدوم کیوردها داره بیشتر اضافه میشه و تو لول بعدی هم ریزالت رو مثلا توی صفحه هر شخص نشون میده. این مثلا یه دونه از اون کاربردهای درست این استور میشه، کارت خیلی ساده شه. خب اینجا ورد کانت هم در اصل یه مثال ورد کانت، حالا این فیلم و ایناش هم میگیم که در اصل بتونید دانلود کنید، اینجا همون کار رو انجام دیم. یه جمله داره میاد از شیرمون، توی مرحله بعد تو پیچا میایم این جملات رو میشکنیم مثلا به کیورد و میایم اینجا کانت میکنیم واسه شون. یه دونه در اصل زوج مرتب که هر کیوردی چند بار کانت شده و میتونیم اینو تا آخر سر مثلا به عنوان وضعیت ترند مثلا یه شبکه اجتماعی حالا نشون بدیم. خب اینجا هم خروجی کاره که ما گفتیم که یه قسمت مهم کار اون بصری سازیه. یه قسمت بصری سازی میتونه این باشه که شما بیاید این کیورد رو به شخص نشون بدید، یه دونه بگید که آقا از کیورد این مثلا 10 بار استفاده شده، 20 بار استفاده شده. ولی خب این یه مشکلی که داره، شما مثلا یه دونه جمله در نظر بگیرید، مثلا من کتاب ندارم. شما اگه همه توییتو بزنن من کتاب ندارم، کیوردی که میاد بالا میگن کتاب، همه کتابو نوشتن، ولی کتاب چی؟ من کتاب دارم ندارم، مفهومش معلوم نیستش. یعنی یه مشکلی که تو این بصری سازی هست، شما اینو چطوری بصری سازی بکنی، ویژوال کنی که قابل فهم باشه، یه چیزی بفهمه. فقط طرف میفهمه که یه کیوردی هست، حالا این کیورد مفهومش چیه، کتاب دارم ندارم، الان نیاز جامعه مثلا چی هستش. اینا بحث تکنیک هایی در است بصری سازی میشه. خب یه دونه منبع در اصل معرفی میکنیم، کتاب استون اپلای تاسوسات کاربرد، اگه افراد میخوان کار کنن با استون و اونجا در اصل نوشته. خود سایت در اصل آپاچی استون هم هست، ولی حس میکنم یکم ناقصه، یعنی که بخواد باش کار بکنه مانوال اون داکیومنتیشنش اونقدر خوب نیست کار بکنه. یه چیزی هم در مورد پروگرامینگ کردن با این بگم، جاوا که با خود جاوا میشه پروگرام کرد، با زبان‌های دیگه پایتون هم میشه پروگرام کردش، که حالا اگه بخواید با پایتون پروگرام کنید، کتابخونه‌های که روی در اصل استون سوار میشه مثل پایلوس یا استریم پارس، اگه بخواید سرچ کنید باش کار بکنید، این کتابخونه‌ها هم در اصل هست. و یه نتیجه گیری داشته باشیم و کارو تموم کنیم. خیلی در مورد دیتا صحبت کردیم، چقدر مهمه، چه کارهایی میشه باهاش انجام داد. دیتا سورس های مختلف رو دیدیم، ویکی‌پدیا بودش، نمیدونم ترند گوگل بودش، شبکات اجتماعی بود، نمیدونم متن هایی بوده که متن نمیدونم مثلا همون خود متن ویکی‌پدیا هستش، حالا جز اون آماره مثلا بازدیدش. اینا رو اگه شما مثلا میتونید بیاد اینا رو یک پارچه بکنید، این یک پارچه کردن خیلی مثلا مهمه، بتونید اینا رو بیاد یک پارچه بکنید و ازش یه دونه تحلیل انجام بدید، دیتا گدرینگ آنالیز انجام بدید، یه تحلیلی انجام بدید، ویژوال کنید و اون مرحله آخر خودش اکشن انجام بده. اگه اینم بتونید درست، این یه پروسه صفر تا صد کار رو پوشش میده. و اینجا هم بگم این گیر کار، اون باتلنک کار، این فناوری نیست، ابزارهاش هست، ابزارهاشو دیدید، ابزار اوپن سورس داره، کامرشیال داره، ولی اینکه شما میخواید از این چه استفاده بکنید، اون خلاقیت مهمه. یعنی اینکه شما مثلا میگید که من از این داده ویکی‌پدیا رو کنار گوگل ترند بذارم، چه استفاده میخوام بکنم. و آخر سر هم همون بحث یوز کیس ها رو دیسکاور کنید دیگه. اگه سوالی نیست ممنون از شما دارم.